با این ترفندهای جالب و عجیب از گرمای اتاق ماشین جلوگیری کنید. داخل اتاق ماشین شما خیلی گرمه؟ برای خنک کردن اتاق خود رو پنجره ها رو باز نکنید. ممکنه براتون عجیب باشه، اما اگر میخواید فضای اتاق ماشین زودتر خنک بشه تا میتونید سعی کنید پنجره ها رو باز نکنید. همونطور که میدونید امروز بیشتر خودرو مجهز به تهویه هوا هستن. هرچند با این اوضاع گرونی تمام مردم نمیتونن از این درجه از لوکس بودن لذت ببرن، اما ترفندی که به شما توی این مطلب آموزش میدیم بسیار مفیده، چون به نظر میرسه این روزها تابستون گرمتر و گرمتر میشه و انگار فصل گرما اصلا رفتنی نیست. حالا آیا قراره هر روز وارد یک ماشین داغ یا بهتر بگیم یک سونای خشک کوچیک بشید؟ اگر اینطوره به شما توصیه میکنیم اصلا پنجره ها رو باز نکنید. اگر وارد اتومبیل داغ خودتون میشید ممکنه وسوسه بشید که پنجره های ماشین رو سریعا باز کنید تا به خیال خودتون هرچه سریعتر از شر هوای گرم خلاص بشید. با این حال به نظر میرسه که این راه سریعترین راه برای خنک کردن ماشین شما نیست. تحقیقات نشون میدن که اگر پنجره ها رو بسته نگه دارید ماشین شما زودتر خنک میشه. وبسایت تریلیست روش های مختلفی رو برای یافتن سریعترین راه برای خنک کردن اتاق داخل اتومبیل امتحان کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که این کار بهترین روش ممکنه. شاید این امر به این دلیل باشه که هیچ هوای گرم جدیدی وارد اتومبیل نمیشه و تهویه مطبوع میتونه کار خودش رو بهتر انجام بده. چون در این صورت هوای سرد از پنجره بیرون نمیره و در واقع هدر نمیشه. حتما شما هم متوجه شدید که ورود به اتومبیل داغ و بسته نگه داشتن پنجره ها برای هیچ کسی خوشایند و جذاب نیست. اما میتونید با باز کردن پنجره ها قبل از حرکت اجازه بدید ماشین کمی خنک بشه. در این حالت حدود 5 دقیقه قبل از استارت زدن و حرکت پنجره ها رو باز کنید. علاوه بر این اگر میتونید روش دیگری رو امتحان کنید، مثلا سعی کنید چند مرتبه در ماشین رو باز و بسته کنید تا هوای گرم رو از ماشینتون بیرون کنید. اگر درجه حرارت خیلی زیاد باشه این احتمالاً آخرین کاری خواهد بود که احساس میکنید باید انجام بدید. وقتی در ماشین هستید دوباره پنجره ها و درهای ماشین رو ببندید و تهویه هوا رو روشن کنید. تهویه هوا در اتومبیلی که در حال حرکت هم به بهترین وجه کار میکنه. زمانی که دمای هوای بیرون ماشین 35 درجه سانتیگراد باشه بسیار وسوسه کننده و رضایت بخشه که تهویه هوا دمای اتاق ماشین رو به 21 درجه سانتیگراد برسونه. اما آیا فکر میکنید که این ایده خوبیه؟ متاسفانه اینطور نیست. اختلاف دمای بیرون و داخل اتاق ماشین نباید بیشتر از 8 درجه باشه. علاوه بر این اگر اختلاف بین دمای فضای بیرون و داخل خونه از 5 درجه بیشتر نشه برای مصرف سوخت هم بهتر خواهد بود.